سلام اینجا خودکست یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام هدفون تو یه بار دیگه میذاری مود اینجوری زدی جلو خیلی باحال شده. شده کسایی که شده میبینن میدونن آخ نه ندش جلو میذاری بده عقب عالی شد پسر عالی شد جونم ببین چقدر من به فکرتم دوره بلفت حواست باشه اه خواستم آقا جونم براتون بگه که اپیزود 180 و ما برگشتیم با اپیزود دیگه الان که چیزی نداریم بگیم اصلا اتفاق نیفتاده چرا معذبی این هفته بگم در مورد چی میخوایم صحبت کنیم بگو میخوایم در مورد پولدارا صحبت کنیم یعنی پولدارای خیلی زیاد میلیاردرها یا به قول خارجی ها بیلیونر ها من هر موقع اینجا این دوتا رو اشتباه گفتم منظورم همینه دیگه اگه گفتم بیلیونر یعنی میلیاردر میلیارد دلار آره میلیارد دو این هر چی میگیم دلاری اصلا تومانی امروز هیچی نداریم خلاصه هزار میلیون آره من یه دونه ام داکیومنتری یه دونه مستند دیدم به نام اکسپلیند که در مورد بیلیونرها یا میلیاردرهای دلاری صحبت کرده بود به اینه؟ همین قبضه آخری که اومده بود بیرون چون زیاد قسمت داره آره این فصل دو قسمت دو اگه بخواید بدونید و گفتم خالی از لطف نیست ما اینو با هم دیگه صحبتی بکنیم ببینیم که اصلا داستانشون چیه از کجا اومدن به کجا دارن میرن و آیا حالا حضور اینجور آدم ها توی جامعه های مختلف خوبه بعد نیاز هست نیاز نیست و الاغیر آماده کن خودتون اول بیایم یه سری مقایسه بکنیم فرق میلیاردرهای توی آمریکا با آدم های معمولیشون ببینیم چیه بفرمایید میگه که یه میلیاردر معمولی به طور متوسط دو میلیارد سرمایه داره خوب. توی آمریکا آه. ولی یه فرد متوسط در آمریکا سالانه 32000 هزار دلار درآمد داره تقسیمش کردی به هم نه اه حالا خیلی میرسیم به چیزای جالب تر یه سفر در جت شخصی برای یه میلیاردر که تقریبا 8000 دلاره مثل خریدن یه بلیت مترو برای شخص معمولی که 2 دولار سنته. آه یعنی آره. دو دلار 75 سنت آ یعنی 8000 دلار اونجا میشه 75 اینجا یه لامبورگینی خریدن که 200000 دلاره مثل یه ماشین اسبابوزی 60 دلاری میمونه این عدد خیلی جالب خریدن یه جزیره شخصی که ازش 100 و 100 میلیون دلاره مثل دادن پیش یه خونه تو آمریکاست بین دولار. سی تا پنجا هزار دلاره کدوم خونه ای سی توی آمریکا حالا توی مخ خونه های خفنشون مثلا فوقش میشه یه میلیون دلار اینجا رو نبین نه حالا اون اشمال نیست ولی آره این پول داره همش میرن یه جزیره رو با جاش میخرن یعنی آره. میخرن جزیره رو با آدم های توش میخرن خیلی با حاله آره خوب یوریج کنه بگه برو بیرون جالبه دیگه خدم و میخواد دیگه خب برای اونجا خدم و نه فرض مثلا یه جزیره آدم داره توش زندگی میرن جزیره رو کلا با جاش میخرن آره دیگه راحت تر دیگه یورو فقط میخواد پولشو بذاره سرمایه کنه حالا میرسیم بهش که چرا این کارو میکنن و همیشه هم همه جا شنیدیم که میلیاردرا مثلا اون یه درصد خیلی بالای جامعه و مثلا فقط تعدادشون کم و اینا واقعیت که نگاه میکنیم می‌بینی یک هزارم درصدن اصلا اون قدم نیست خیلی تعدادشون میلیارد میلیاردر نمیگن یه درصد پول دلار رو میگن اصلا این که آره یه هزارم آره ولی خب مثلا پارلمان چین توش صد نفر توش میلیاردرن فقط یه آره پارلمان حکومت کمونیستی داره حالا آره میرسیم آره... چین هم خیلی باحاله 1987 که 32 سال پیش بوده تقریبا 140 تا میلیارد تو دنیا بیشتر وجود نداشته این 32 سال پیش فقط 140 تا وجود داشته الان در سال 2019 2153 تا میلیاردر وجود داره تو دنیا که تقریبا تمام پولشون روی همدیگه میشه تقریبا 9 تریلیون دیگه نمیدونم فارسی تریلیون چیشه تیلی... آره. تری... آره. تری... آره. تریلیارد تریلیارد <applause> 9 تریلیارد دلار آمریکاست و اگه تمام میلیاردرهای دنیا بیان با هم دیگه جمع بشن بیان با هم دیگه کشور بزنن میان بالای کانادا میشن هشتمین ثروتمندترین کشور دنیا درست چقدر این 2000 نفر چند آره نفر بودن 2153 تا آره یعنی کشور 2153 نفری درآمد کلش از کانادا بیشتره آره الان کانادا هشتمه اونا میان جای کانادا هشتم میشینن میان بالا و در حال حاضر هم بین پولدارا دیدین دیگه خیلی کلکل و اینا خیلی وجود داره و میخوان به هم دیگه پوز بدن که تو لیگ خودشون کی از اون یکی بیشتر پول داره لیگایی که سه تا کاما دارن آره <تصفح> مثلا میاد چه میره یات میخره یکیشون از این بعد کشتی های تفریح خیلی گنده ای که فقط تو اینستاگرام رو میبینی آره که فقط تو اینستاگرام توی کشتی ارتشی هم ملیکوپتر میشه نه اینا شخصیه دیگه آره تو دیگه. بعد اون مثلا میره که بزرگتر میخره و مثلا یه جای مثل موناکو که دیگه همه پولدارای دنیا تقریبا اونجا یه چیز آره واجب. دارن واجبه که هیچی مقدار پولتو اینطوری میرسونی که مثلا کشتی بزرگتری که توی اون مثلا بندرشون پارکه حتما مال بیشترین پول ترین است و اگه این کارو نکنی اصلا زشتت بدم محسوب میشه بعد یه لیست هم وجود داره به نام فورس 500 که میاد این پول رو به ترتیب مینویسه و میگه که اینا چه ها پول دارن و این لیست هم از 1982 اولین بار منتشر شده خیلی جالب بود میگفتش که اول که این میخواستیم ما این با یه خانمه داشت صحبت میکرد میگفتش که اونا اصلا اول که می‌خواستن این لیست رو درست بکنن فکر نمی‌کردن اصلا بتونن همه پولدارای جهان رو مثلا پیدا کنن و آمریکا رو پیدا کنن و در موردشون بنویسن شروع کردن رفتن جاهایی که فکر می‌کردن پولدار زیاده مثلا مثل تگزاس که خیلی چای نفت وجود داره مثلا رفتن توی اون سیلیکون ولی که مثلا خیلی تک تا های مثلا مختلف وجود داشته خبری نبوده خبری نبوده آره میگم مثلا 1987 140 تا بیشتر نبودن این 82 یعنی مثلا میگم اون موقع اصلا سیلیکون ولی خبری نبود آره و مثلا میرفتن نیویورک میگفتن که مثلا از روی زمین ها میپرسن این زمین کیه مثلا یه بیلیون میارزه این تیکه مثلا اینطوری پیدا میکردن آدما رو ولی خب الان دیگه چیز دیگه الان میرن تو سایت فوربس آره <تصفح targeting> تو سایت فوربس و خب بعضی هم مثلا که نمیگن که چقدر پول دارن دیگه حالا که بهش میرسیم به خاطر فرارهای مالیاتی و چیزهای مختلفی که وجود داره چرا خاموش میرن آفرین خیلی جالب باشه که شاید بدونید که میلیاردرات اول که بودن چه جوری پولشون چند برابر شده تعدادشون کم بوده مثلا توی آمریکا مثلا تعداد میگم اون موقع تو دنیا 140 تا بوده مثلا فکر کن تو مثلا چون بگیم 50 درصدشون هم بوده اینا چه اتفاقی افتاد که پولشون خیلی هرشت کرد تو این داکیومنتری میگفتش که از موقعی که جهان شروع کرد رفت در واقع اقتصاد به سمت جهانی شدن رفت این پول آدما خیلی یهو خیلی عجیبی کرد حالا یعنی چی یعنی مثلا یه بابایی که اگه بوده مثلا برنج میفروخته یه جایی وقتی که اقتصاد جهانی میشه مثلا اومدن خط راهن کشیدن کشتی ها مثلا به جاهای مختلف آمریکا مثلا سفر میکردن و اینا میتونستن محصولی که این طرف داره رو برسونن به جاهای مختلف و این خیلی به درآمدزاییش کمک میکرد و میگفت هر چیزی هم که جهانم نزدیکتر میشه تا اون فقط آمریکا بود مثلا هواپیماهایی ساخته شدن که میتونن بار خیلی زیادی این ور بر ببرن اینطوری شد که آدما شروع کردن رفتن جاهای مختلف سرمایه گذاری کردن رفتن کشورهای مختلف که هنوز پول در واقع کارگری خیلی کم بوده و میتونستن خیلی زیاد تولید بکنن با در با هزینه خیلی کم که بتونن پول خودشون رو هرچی مثلا میتونن بیشتر و بیشتر بکنن یه مثل... دیگه من اینجا بگم بگو. چند خوشی داشتم میخوندم راجبه شرکت انگلیسی بود الان اسمش اصلا یادم نیست خیلی مال قدیمه بعد یه اسم خیلی طولانی هم داشت داستان این بوده که خب انگلیسی ها خیلی چای دوستن چای هم. خب اصلا هر کاری میکنن اول چای میخورن معروف اصلا انگلیسی ها خیلی عاشق چای و این داستان ها بعد تولید کننده بسکت. اصلی چای تو... چی؟ بیسکت بعد تولید کننده اصلی چای تو دنیا کیه؟ لیپتون <applause> <چینه. تصفيق> نه چینه خب. <applause> خب این پشه خیلی میکنه اون بروب. موقع اینا میرفتن چای رو از چین میخریدن بعد داستانی که اون موقع هیچ محصولی نبود که از انگلیس بره چین یعنی چینیا خواستار هیچ محصولی از اینا نبودن بعد اینا فقط یعنی با وارد میکردن نمیشد دیگه این توازن خارج میکرد تو وارد میکنی یه چیزی هم باید به اونا بفروشی که پول داشته باشه اینا این انگلیسی فریب کار چیکار کردن متوجه شدن که اون موقع توی چین ظاهرا یه تعدادی بودن که به تریاک شیره به تریاک چیز داشتن هیچی شیره نمیشه <applause> اعتیاد داشتن این لام از این شرکت حالا چون امکاناتو اینا داشته ورمیداره میاد تریاک وارد چین میکنه و نمار محصول هستن یه آره خیلی مصرف تریاک توی چین میره بالا و هیچی دیگه تریاک میدادن چای میگرفتن و این کار رو با هندی ها هم ظاهرا کردن سر حالا کالای دیگه خیلی از هندی ها هم چیز کردن معتاد کردن تریاک و اعتمالا به ایران مثلا یزی میدادن از ایران تریاک میگرفتن به همون تریاک رو میدادن آره <تصفح> <تصفح> ولی خلاص اینکه ایمان میگه این جهانی شدن این تاثیر داشته آره حالا دار شدن اینه که تریاک میفروخت حالا یه دونه در واقع اقتصاددان بود صحبت می می که صحبت میکرد میگفتش که نابرابری خیلی داره کم میشه توی دنیا به خاطر اینکه کشورهای خیلی کوچیک و خیلی فقیر دارن خیلی بزرگ میشن مثلا کشوری مثل چین میگفتش که اینا اصلا قبل از 1976 اصلا میلیاردر وجود نداشته تو چین خیلی فقیر بود و مردمش عجیب فقیر بودن مثلا در حد اینکه 80 درصدشون زیر خط فقر زندگی میکردن که درآمدشون روزانه کمتر از یک دلار بوده اله. و این اصلا نمیتونستن امرار معاش بکنن ولی خب وقتی که به 2017 رسیده این کشور همینطوری بزرگتر و بزرگتر شده مردم حالا کشورهای مختلف اومدن از این در حقوق کارگری خیلی کمی که بوده استفاده یا حالا سو استفاده کردن اومدن تمام مثلا پروداکت رو بردن اونجا دارن تولید میکنن برای همین میتونن خیلی با هزینه پایین میتونن یه پروداکت تولید بکنن و با قیمت خیلی بالا بفروشن. چین اقتصاد دوم دنیا رسیده به 2017 17 هفته ای دارن دو تا میلیاردر به جهان معرفی میکنن. چینیا ها چی که گفتم الان پارلمانشون 100 تا بیلیونر توش نشستن و دارن اونجا مانستن. آره دارن اونجا زندگی میکنن و شده دومین بزرگترین کشور از لحاظ تعداد میلیاردر بعد از آمریکا و همینطوری هم داره بیشتر و بیشتر میشه و میگن که دارن خیلی سریع به آمریکا نزدیک میشن و همین روزاست که از آمریکا بگذرن و هندم هم همین همینطوری بوده دیگه هندم هم دقیقا همین شکل رو داشته خیلی آدم های فقیری داشته و آدم ها خیلی با در واقع مقدار پول کمی حاضر بودن خیلی کار رو انجام بدن برای همین الان مثلا تمام این تک کامپنی ها تمام کاستومر ساپورتشون تقریبا تو هنده به خاطر اینکه انگلیسی هم اونا حالا صحبت میکردن آره. و خیلی راحت تر بوده و اینجا شما مثلا هر مشکلی داشته باشی به هر جا زنگ بزنید قطعا یک فرد هندی تلفن جواب میده چون که تمام این کال سنتر ها موف شده به سمت هند حالا هند که گفتید خیلی جالبه اینجا نیروی کار خیلی هنوزم ارزونه آره. که ما همکارای هندی که داریم اینا اکثرشون خونه‌هاشون آشپز داشتن من. بعد بعد پولدار هم نبودن یعنی فکر مثلا خیلی شاه... شاهانه زندگی میکردن مثلا درآمد معمولی می داشتی. اونجا این خونه‌هاشون آشپز داشتن بعد مثلا همکار من میگفت مثلا ماشینمون رو نمیشستیم که یکی میومد تو ساختمون میشست میرفت یعنی مثلا اینقدر ارزون بوده <تصفح> تمام این کار مثلا یکی اومد لباس‌ها رو می اومده. مثلا تا می تو چیز میشسته میاد خلاصه همه این خدمات و آدم ها انجام میدن خیلی ارزون آره مثلا یه هم چی داشتم نگاه میکردم یه مستند دیگه بود که میگفت یه شغل وجود داره که یه نفر هست که میره قز وقت ناهار که میشه مثلا آدم مختلف اصلا یه نفر که نیست میره غذاها رو از خونه میگیره میبره میده بهشون که اینا میبره چی به خاطر اینکه میخوام برن سر کار اینقدر این ازدهام جمعیت وجود داره اینا نمیتونن با خودشون ببرن برای همین یکی از که مثلا 11 میره غذاها رو مثلا میاره مثلا یه شغل شده این دیگه برای خودش به خاطر که بتونن جا سیو بکنن موقعی که میخوان سوار مثلا مترو اتوبوس و اینا بشن کسی فوت نکنه چون خودش کلی جا میگیره دیگه و اینا رو مثلا سوار دو چرخه میشد آویزون میکرد گرم گرم میبرد میداد دسته اونایی که بخورش بودن بعد حالا <risque> همین هندی که میگیم باشت. الان صد میلیارد ببخشید صد تا میلیاردر داره تو دنیا صد س... بیشتر از صد تا میلیاردر داره و اونام هم داره تعدادشون خیلی زیاد میشه و میگن اکثر پولشون هم توی همین 15 سال گذشته در آوردن که اصلا دیگه ببین دیگه خودت کاراشون رو اینم شاید براتون جالب باشه که توی خود میلیاردرام اختلاف طبقاتی بیداد میکنه اصلا داره روح مردم زخمی و بیمار میکنه ببین اصلا بهت بگم میریزه هرچی هست دیگه اپلاسیون کاملیشی الان آره اصلا 94 درصد میلیاردرا ارزششون 10 میلیارد و کمتره 94 درصدشون 10 میلیارد و کمتر پنج درصدشون بین ده تا سی میلیاردن اون یه درصد دیگه که دیگه اصلا فوق پول دارن. اصلا بهشون میگن مگابیلیونر. بیلیونر سی میلیارد و بیشتر ارزش دارن آره. او؟ یه درصد یه دیگه بگم باز بگرخی تو کامپیوتر بیشترین تعداد میلیارده رو معرفی نکرده به یعنی تعدادشون توی صنعت دیگه که اومدن بیشتره نکرده کرد بیشتر نیست بیشتر نیست <تصفح> ولی توی اون یک درصد بیشترینه آره آره, <تصفح> اره قبلا گفته بودید گفته دهتای بود. اول فوربز رو نگاه کنید 8 کامپیوتری هم هشت یا نه الان دوازده تا هن تو دهتای اول نه نه تو یک درصد اول آه. یعنی بالای سی, میلیارد بی... دلار. آره تو یک درصد دوازده نفرن که ام... تعداد اکثرشون چیزه مال خدایا مال کامپیوترن مال تکن و پولدارترینشون هم آقای فیوریت آقای کارون جف آه. بیسوس من که حالا تو این داکیومنتری میگفت 131 میلیارد دلار ولی دروغ ما همین الان کردیم هم سهام آمازون افتاده ایشون 108 تن بیل گیت 104 فکر کنم آره آره صد میرسه بهش آره یه چیز بود این شوه هست الن اینجا الن شو آره Uh, یه جوی حالا تو آمریکا پخش میشه یه دور بیل گیتس آورده بودش بعد یه خیلی آدم افتاده و خیلی حالا آدم جالبیه بعد آورد جلوش یه سری کالا رو گذاشت میشه معمولی مثلا چی چیپس و دستمال کاغذی و اینا رو گذاشت بعد از بیل گیتس خواست حدس بزنه که اینا قیمتش چقدر یه اعداد دریوری این داشت میگفت دا او. آره بعد تو گره هم خنده خندهشو میوسم مثلا از ماها که آدمای معمولی بپرسیم مثلا یه حدودی تو ذهنمون هست چون خودمون میخریم <applause> آره که مثلا اون دستمال کاغذی چقدر اون لیوان مثلا چقدر آره می چه میدونم پودر دخشویی بخریجه این مثلا یه چرت و پرت میگفت نه بابا آره خیلی باحال بود با در مورد این صحبت بکنیم که اینا چه جوری میلیاردر میشن آدما گفتی دیگه تریاک نه به اون چجوری خیلی چیزشون چند برابر شد این چجوری میشنه میگن که آدما هیچ وقت از طریق کار کردن میلیاردر نمیشن بله یعنی شاید بتونی میلیونر بشی ولی میلیاردر امکان نداره بشی حالا چرا میگن که حالا ادمای خیلی معروفی هم که وجود داره مثال میزنیم میگن که تمام میلیاردرهای جهان از طریق سرمایه میلیاردر شدن حالا سرمایه چیه سرمایه فقط پول نیست ولی هر چیزی هست که شما برای شماست و شما میتونید از اون درآمدزایی بکنید مثل مثلا خونه مثل پتنت هایی که وجود داره مثل قانون کپی رایت مثل استاک هایی که وجود داره سهام. و اینا سهام هایی که وجود داره آره مثلا شما یه خونه دارید و این خونه رو حالا هم اجاره دادین و همین که ارزش خود خونه میره بالا و ارزش زمینی که اون خونه توش هست میره بالا و همینطوری بعد از یه مدت تصاعدی میره بالا دیگه و مثلا شما یه پتنتی دارید که هر کسی بخوادش استفاده بکنه باید بیاد از شما یه پولی به شما بده ازش استفاده در واقع از شما اجازه بگیره قانون کپی رایت هم طور شاید مثلا یه آهنگی رو دارید که شما که مثلا هر کسی بخواد توی هر چیزیش استفاده بکنه باید اجازه شما باشه و شما قاعدتا یه پولی رو مثلا به این افراد میدین و سهام هم همینطور دیگه سهام هم همینطوری میتونه قیمتش بالا بره و یه چیز تقریبا مجازیه ولی میتون قیمتش همینطوری بالا بره و درآمدزایی بکنه براش حالا این چیزی که ایمان میگه فیلم ولفا وال استریت اگه دیده باشید اون کارش این بود دیگه سهامی که ایمان میگه حالا اینجا بهش میگن پنی استاک پنی چقدر یه یه سنت دیگه یک صدم دلاره اینطوری که مثلا کمپانیا که اصطلاحا بهش میگن آی او اینیشال پابلیک آفرینگ یعنی کمپانی ها حالا شروع میکنن در استارتاپ و اینا بعد که عمومی میشن یعنی خرید و فروش سهامشون برای عموم آزاد میشه وارد بورس میشن اینا ممکنه خیلی ارزش کمی داشته باشن اولش آره. خیلی کم در حد مثلا یه سنت دو سنت باشه شما فرض کنید یه سنت باشه تو بری اون سهام رو مثلا بخری پس ورده اون سهام بشه یه دلار پول تو صد برابر شده آره شما مثلا کن صد دلار هم خریده باشی آره یا اون مثلا میشه ده هزار دلار آره و حالا وجودش رو داشته باشی اون موقع یه میلیون بخری مثلا این صد برابر اگه بشه پول تو مثلا میشه صد میلیون دلار و اینجوری میتونی پلای طرف حالا بری بالا یعنی چی میگن که توی کسایی که حالا میلیاردر میشن شما همینطوری که دارید سالها میگذره وقتی که مقدار سرمایت میره بالاتر مقدار کاری که براش میکنی میاد تر و چه اتفاقی میفته یعنی سرمایه بیشتر پول در میاره تا شما از کار کردنتون پول در میارید مثلا ارزش خونه اگر که مثلا 20 درصد بره بالاتر یه خونه که مثلا یه میلیون دلار میارزه دیویز. شما 200 هزار دلار در سال شاید نتونید مثلا خودتون با کار کردن انجام بدین برای همین ارزش سرمایهتون خیلی میره بالاتر تا ارزش خودتون و میگن که اون یک درصد بالای جهان تقریبا 80 درصد پولشون از سرمایهشون میاد تا کار کردنشون آره دیگه ولی بله خب سرمایه هم بالاخره یه جوری به وجود اومده این حالا 12 تایی ای که ایمان گفت کمپانی تک بودن اینا واقعا از صفر شروع کردن حالا ما نگاه میکردیم اکثرشون کالجشون هم تمام نکردن آره. اینا حالا اتفاقی که میفته میگفت مثلا داشت مایکل جردن رو مثال میزد میگفتش که مایکل جردن با بسکتبالش هیچ وقت میلیونر بیلیونر نشد با بسکتبالش میلیونر شد و بعد شروع کرد مثلا یه گوشه یه تیم مثلا یه درصدی از یه تیم رو خریدن یه سری مثلا ملک و املاک خرید و مثلا یه سری کپیتال یا همون سرمایه برای خودش به وجود آورد که اونا براش درآمدزایی میکنن و اونطوری شد که یه ذره پول دارتر شد و رسید به مثلا بیلیون الان یک و هشت بیلیون میارزه آقای آره جوردن. نکته اینه شما انقدر پولداری آیا اینا به همون نسبت هم به بشر کمک کردن یا نه حالا اینو راجع بیزوس سیمان گفت بیزوس سی او آمازون ما راجعش صحبت میکنیم قبلا هم خیلی گفتیم این مثلا بدترین شرایط کاری رو کارمنداش توی چیزش دارن توی انباراشون دارن مم. یا مثلا اوبر اینجا مثل همون تپسی و سنف تو ایران خیلی فشار زیادی به راننده ها میاره ولی مثلا خودشون میلیونر مثلا میشن داستان اینه به اون بالاها رسیدن تو چقدر مثلا به بقیه کمک می‌کنه ولی اونورم مثلا بیل هست که کلی مثلا چیز خیریه خودشو داره سازمان خیریه خودشو داره کار انسان دوستانه انجام میده و میگن که اصلا. نصف این بیلیونرای که هستن برای یه سرویسی هست اینجا شما میتونید ثبت نام بکنید اگه خیلی پولدار باشید که موقع فوتتون حداقل 50 درصد از سرمایه‌تون رو میدن به در خیریه برای ریسرچ کردن در مورد تحقیق کردن در مورد مریضی های مختلف و پیدا کردن حالا یه کیور یا یه درمان, درمان برای اون مریضی ها که الان میگفت 50 درصد تقریبا این بیلیونر اومدن و ثبت نام کردن حالا چیز دیگه که هست من اینو میفهمم که اینا شاید کسایی که دارن کار میکنن توی این کمپانی ها از شرایط خیلی سختی برخوردار باشن ولی از اونورم اینا اومدن یه سری چیز رو به بشریت معرفی کردن که الان ما روزانه داریم خیلی ازش استفاده میکنیم مثلا 50 درصد تمام خرید و فروش هایی که تو آمریکا از آمازونه مثلا از وسایلی که خرید و فروش میشه 50 درصد یه مارکت رو داشته باشی خیلی زیاده دیگه یا مثلا 90 درصد 90 درصد تمام سرچ هایی که داره توی دنیا انجام میشه از روی شرکت گوگله و اینا خب درسته که خیلی پول دارن ولی خب یه سرویس خیلی خوبی هم اومدن ارائه دادن که بشریت داره ازش روزانه استفاده میکنه آره ولی دیگه. خب اون براش هم مثلا بحث سرچ انجین گوگل جدا چون تقریبا جزو اولینا بودن ولی همین آمازون که تو میگی باید بری ببینی چند تا کمپانی دیگر رو برشکست کردن یعنی شما تو حالا آمریکای شمالی دیگه مغازه به اون شکل ایران ما نداریم که مثلا یه نفر یه مغازه مثلا سوپرمارکت داشته باشه اصلا چیزی کار نمی‌کنه. کوچیک وجود نداره چرا دریانی نداریم آره چون این گنده ها می میبلن اصلا اجازه بهت نمیده که تو وارد اون صنعت بشی بعد کاری که حالا آمازون میکنه اینه مثلا فرض کن یه مدل دستمال کاغذی آمازون داره خب کلینکس تو شرکت تو یه مدل دستمال کاغذی دیگه تولید میکنه ولی تو نمیخوای اصلا اینو بری بذاری رو آمازون مثلا گذاشتی تو والمارت اصلا حال نمیکنی به زیر آمازون خودش میخره ارزون میفروشه آمازون اون چند مدل دیگه ای که داره رو فرض کن ده درصد تخفیف بذاره روش کمپانی تو ورشکست میشه در جا اون قدرتشو داره اون براش مهم نیست ده درصد زیر قیمت بده چون سرمایهشو داره آره. ولی تو باش همکاری نکنی کمپانی تو رو میتونه ورشکست کنه اینه که خطرناکه در مورد سرمایه بگیم میگفتش که کسایی که خیلی پول دارن یا مثلا 100 میلیون مثلا طرف پول داره اینکه 100 میلیون رو بکنی 110 میلیون تقریبا حتمیه ولی کسی که 100 دلار داره اون 100 دلار رو بخواد بکنه 110 دلار خیلی سخته که بخواد این کارو بکنه چون که اگه سرمایه تو کاملا هم زندگی مثلا 100 دلار باشه اتفاقی که میفته تو مثلا باید هزینه های زندگی تو بدی مثلا همینطوری میاد پایینتر و تو باید خیلی کار بکنی که اون بشه 110 دلار ولی میگفت 100 میلیون باشه تو از این زندگیت مگه خودت هم بکشی دیگه مثلا کار خاصی که نمیخوای بکنی دیگه اینو میذارن تو استاک مارکت مثلا میذارن توی بازار بورس این دیگه مثلا به صورت مینیمم به صورت متوسط این مثلا 7 8 درصد دیگه باید آمد. بده دیگه درصد ایندکس درصد مثلا بده آره و میگفتش که دیگه بعد از یه خطیو که رد میکنی دیگه اگه پولدار نشی دارید اشتباه میزنی و درست بزنی اینا رو یه دیگه هم که حالا اتفاق میفته این میلیونرایی که وجود دارن که شخصی میلیونر نیستن یعنی آقای بیزوس به شخص خودش 100 میلیون حالا 100 بیلیون نداره آله. زیر شرکت های مختلفه که این پولو داره حالا اتفاقی که میفته که خیلی هم اینجا در موردش بحث میشه و خیلی حالا تظاهرات میکنن و توی سیلیکون ولی یه مدت رفته بودن چادر زده بودن و فلان و اینا اینه که هر کس باید توی جوام خارجی و حالا شاید غیر خارجی باید مالیات بده همه جوری و بعضی از کشورها خب خیلی جدی گرفتن مالیاتشون مثلا حالا من و کارون که اینجا کار میکنیم ما اصلا پول مالیات اصلا نمیبینیم از حقوقمون کم شده بهمون میدن یعنی از امون کم میکنن میدن دستمون میگه شما اصلا دیگه کنید آره حال کنید یعنی اصلا نمیبینی اون پول رو ولی خب به خاطر اینکه ما داریم زیر اسم شخص کار میکنیم ولی اگر که ما زیر اسم کمپانی کار میکردیم ما میرفتیم به کمپانی میزدیم مثلا 400 دلار و خود کس. آره مثلا و من وقتی که کار میکردم یه دونه رسید میدادم میگفتم که من انقدر کار کردم شما باید انقدر پول به با من بدید اونا تکس رو هم به من میدادن و این دیگه میشه وظیفه من که برم تکس رو بعدم به دولت پرداخت بکنم وقتی دارم زیر اسم شخص کار میکنم به طور اتوماتیک اصلا داده میشه ولی وقتی به اسم کمپانیه باید خودم وظیفه شخصی منه و اتفاقی که میفته موقعی که داری با شخص کار میکنی تقریبا چه پنجاه درصد ما تقریبا داریم مالیات میدیم دا دا 40 درصد مثلا بگو مثلا درصد نه میخوام بگم که چقدر فاصله داره با موقعی که تو میخوای آره میدونم ولی موقعی که زیر اسم کمپانی داری کار میکنی اون میشه 25 درصد 27 درصد فکر کنم داستانی که تو اون حساب کتاب ها اونجا دیگه به دقت همین حساب شخصی که ایمان میگه نیست اونجا آره. کمپانیه مثلا میتونه بره ادعا کنه که یه جا مثلا ضرر داده وقتی تو آره. ضرر میدی به تو تکس کردیت میدن آره. نه ولی خب اصلا بیا در سرش هم مقایسه کن دیگه اون بدبختی که داره شخصی کار میکنه تقریبا داره یک نیم برابر اون کمپانیه تکس میده دیگه آره. و حجم پول که زیاد بشه این فرار مالیات خیلی بزرگتر میشه آه. و حالا قضیه یا و اینا رو که گفتی کشتی و این داستانه من حالا داشتم یه چیزی میخوندم اینا یه کارایی بلدن بکنن یه حسابدار بیلیونرا اینو نوشته بود که مثلا کشتی رو که حالا شو... قایق چی یاط. که میخرن اون رو اگه به عنوان محل زندگیشون اعلام کنن یه همچین چیزی دوباره یه زیر آره اونو مانیانتی. به عنوان محل زندگی اعلام میکنن و اونو میگن که توی اینترنشنال توی آبهای چیز آزاده و از اون میتونن حالا یه سری تکس بخرن برای خودشون اتفاقی که میفته چیه این کمپانی خیلی بزرگ به خاطر اینکه خیلی اکسس دارن به دسترسی دارن به چیزهای مختلف به منابع. ریسورس ها و منابع مختلف مثلا مثل یه حسابدار خیلی خوب یه وکیل خیلی خوب که قبلا هم گفتیم اینا میتونن بیان یه سری چیزا رو دور بزنن و این مثلا هزینه دور هم لزوما نیست تو قانون لوپ هول و اون سری توضیح دور زدن دیگه آره یعنی قانون رو نمیشکنن قانون خودش مثلا یه چیزش یه باگی داره اینا چون به وکلا خوب دسترسی دارن از اون استفاده میکنن تکسی هم تر و حالا وقتی میرسی به قسمت تکسی هم هست به نام تاکس هونز یعنی بهشت مالیاتی برای کمپانی خیلی بزرگ که چیه یه سری کشور یه سری جزیرن. کوچیک بزرگ مثلا هر کشوری یه جزیره خیلی کوچیک داره که چیه؟ چی روی مانیتور که یه سری جزیره داره که شما در واقع قانونهای مالیاتی توش خیلی ریلکس داری یا وجود نداره مثلا مثل کیمن آیلندز که یه کشوریه که تقریبا یه جزیره خیلی کوچیکیه که مثلا میگن یه دونه ساختمون توش وجود داره که میگن آدرس دیویز هزار تا <تصفح> کمپانی مختلف توش اونجا هست یعنی <تصفح> تمام اینا میرن یه فایل درست میکنن میگن که ما کمپانی مادرمون اینجاست و تو باید نسبت به کمپانی مادر و بری تکس <تصفح> بدی <تصفح> و مالیات بدی و به خاطر همین تقریبا تکسی نمیدن و حالا از اون ور کلی پول میارن یه سری بیزینس هایی که دارن کوچیکترن و دارن رشد میکنن رو تحت تاثیر قرار میدن یا از بین میبرنشون و از اون ور مالیاتشون هم پرداخت نمیکنن که اون مالیات اگر که برمیگشت توی کشور میتونست به حالا ساختن جاده ها و چیزهای مختلف و استادیوم های مختلف و چیزا بیمارستان و اینا کمک بکنه این تکس نمیدنی که ایمان میگه یعنی یعنی مشارکت اون آدم پول داره حالا کمپانی پول داره که میتونه خیلی چشمین تر از مشارکت من و شما معمولی باشه انجام نمیگیره آره مشار... مشارکت کی انجام میگیره من و شمای معمولی که حالا حقوق ناچیز دارید اینه به خودی خود پولدار شدن هیچ چیز بدی نیست طرف ممکنه زحمت کشیده باشه و خیلی هم خوبه به شرط اینکه اون مشارکته هم درست انجام بشه نه این حالت که حالا یه سری وکیل داشته باشن یه سری حسابدار خبره داشته باشن بتونن دور بزنن آره حالا سوال اصلی که میگم ما اولش هم یه بار صحبت کردیم در موردش اینه که وجود داشتن اینجور آدمها ها بیشتر مضر یا مفید برای جامعه ها که واقعا هم نمیدونیم دیگه یعنی اینا یه سری سرویس ارائه میدن یه سری کارهایی رو انجام میدن که شاید خیلی بهینه تر باشه اگر که میومد یه کشور مثلا اگر که چه میدونم یه دولت میخواست گوگل را بندازه انقدر مثلا منابع و چیزهای مختلف از بین میرفت که نمیشد که مثلا یه کمپانی یه شخص مثلا توی اتاق توی گاراژ به قول معروف میان یه دونه استارتاپی رو درست میکنن و یه سرویسی رو ارائه میدن که زندگی انسان رو عوض میکنه ولی خب از اونورم یه از دادن یه سری از پول ها میتونن خیلی راحت فرار بکنن نظر شما چیه؟ درست درسته ها؟ اینا باشن نباشن؟ گفتیم دیگه اگه بودنشون به این حالت باشه که واقعا تکس و اینا رو بدن که خیرشون به همه میرسه و اگه هر چیزی غیر از این باشه مثل کاری که آمازون میکنه مثلا شرکت های دیگر تحت فشار میذاره کارمنده خودش شرط خوبی ندارن دیگه واضحه آمازون روزی نیستی اصلا ازش نه. جالب نری نه تو بید. من دار... من چاله عمر کارون گفتم آقا پادکست داره زندگی من خراب میکنه یعنی من همین روزاست که از کارم فکر کنم برکنار بشم به خاطر این شخصیتی که پادکست در من پرورونده اه... خب ما همش داریم میگیم و میخندیم و مثلا ذهن من موقعی که کارون داره صحبت میکنه دنبال مثلا یه چیزی میگرده که شاید این بحثی که داریم رو زهنش. آره جالب بکنه مثلا دنبال یه تیکه میگرده و فلان و اینا به اینجا رسیده که مثلا من الان سر کار با مثلا آدم های که نشستم اونا دارن صحبت میکنن تقریبا ذهن من داره به صورت اتوماتیک این کارو میکنه حالا من چیزی نمیپرونم ولی خب خند لب خند و اینا رو میزنم چون که واقعا نمیتونم جلو خودمو بگیرم و داره خراب میکنه این هفته یه اتفاق افتاد سری جلسه ای بودیم و اینا یه کاری که باید میشد شد و اون افراد خیلی خوشحال بودن که مثلا این کارا انجام شده و من بدون اینکه مثلا خودداری بکنم برگشتم به یکی گفتم بگیرم نافلو نیره ببین کلی آدم مثلا مثلا محسن نشستن و آدم های تحصیل کرده فلان و اینا من مثلا اون وسط شبیه لوده ها مثلا و بگیرم ناپلونی و اصلا نمی... یعنی آه بعد آه پیش خودم فکر که خب یعنی چی چرا داری اتفاق میفته من فهمیدم به خاطر خودکست دیگه همینطور خیلی عادت کردم با... به چرا من اونجوری نشدم بنداز گردن خودکست شما جای دگر داری کار دگر میکنی آه یه جالب دیگه من بگم بگو کامشو آره. جالبه. آره 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 فقط خواستم بگم که نمیدونم اگر که راه حلی پیشنهاد دارید بگید که من بتونم این میمون رو کنترل بکنم بگو تو خودت باش <applause> <applause> چیز این بازی ایران کامبوج که قرار خانم ورزشگاه ظاهرا بر اولین بار هر, هر کی که یعنی از خانم هر کی که به موقع رفته تونسته بخره قدیم گزینشی رفتن حالا اون یکی دوباره که رفتن اینکه خب خوبه به خودی خوب خوب خود, خود, خود خوبه قدم اوله ولی باید جوری بشه که به جای حالا یه جایگاه اختصاصی کاملا جدا کنار هم برن دیگه چیزی مثل سینما رو ما میریم کنار هم میشینیم کنسرت کنسرت کنار هم میشن اونجا هم کنار هم بشینن تمام کشورهای دیگه اینطوریه قدم قدم دیگه آره که به اونجا برسه ولی چون که ما هیچ وقت از جدا کردن خانم آقایون از هم دیگه خروجی خوبی نگرفتیم الان که نگرفتیم شدیم این جدا اون کردن دبستان راهنمایی دبیرستان دانشگاه درس های عمومی دانش درس عمومیتون جداست اون سالی که ما رفتیم شروع کردن جدا کردن دیگه هشت ای نبود بعد یو شد آره مثلا ریاضی و اینا چون تعداد زیاد ریاضی یک مثلا چون تعداد زیاد بود تو دانشگاه میتونستن جدا جدی گفتن نداره دیگه حالا جالب خیلی خوب جونم براتون میگه که در مورد میلیاردرها صحبت کردیم و چجوری پولدار شدن شما چجوری پولدار بشید نه, نه. Yep. <laughs> اگه میدونستیم اینجا نشسته بودیم ما بریم دیگه این هفته آره هفته 18 بود ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید برمیگردیم ولی قبلش بگم که توی تمام فضای مجلس اون پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام ها سعودی تصویری که یه رو دارم بهش اشاره میکنم این دکمه رو بزن میتونید ما پیام های صوتی تصویری و نویشایتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با تا موضوعی جدیدی برمیگردیم فلا خدافظ خدافز